تورم افسار گسیخته و کاهش قدرت خرید در آستانه نوروز با مردم چه کرده؟ دلار 61 هزار تومانی چه معنایی برای اقتصاد ایران دارد و فشارهای اقتصادی چه تأثیری بر جنبش‌های مردمی خواهند داشت؟ همراه چشم‌انداز باشید. من فریبا شیرازی هستم. روز پس از انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در 11 اسفند ماه ناگهان قیمت انواع ارز و سکه و طلا افزایش یافت. نرخ دلار در بازار آزاد ایران که روز قبل از انتخابات در کانال 58 هزار تومان بود، روز بعد به 60 هزار تومان رسید و اندکی بعد در روز 20 اسفند 61 هزار تومان را هم رد کرد. همزمان در حالی به استقبال نوروز 1403 می رویم که تورم شدید قدرت خرید عموم مردم را که درآمد ثابت ریالی دارند کاهش داده. علیرضا میرغفاری نماینده جامعه کارگری و عضو شورای عالی کار از کاهش مصرف گوشت قرمز و سفید در سبد غذایی کارگران خبر داده. دولت اما طبق معمول به بخشنامه و دستور روی آورده. بازرسی بازار کالای اساسی با نزدیک شدن به ماه رمضان و عید نوروز تشدید شده و یک مانور نظارتی به همین مناسبت آغاز شده. در این چشم‌انداز با حضور سه کارشناس می‌پرسیم ترکیب فشار نهادهای نظارتی بر بازار، فشار معیشتی بر مردم و خفقان سیاسی چه آثاری بر جامعه دارند. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان، مولود حاجی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی و مجید محمدی جامعه شناس ما را در طول برنامه همراهی می‌کنند. خوش آمد میگم به هر سه مهمان برنامه. آقای علوی، بحث رو با شما آغاز می‌کنم. در حالی که مقامات و رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی هموارد و در طول زمان با پروپاگاندای زیاد صحبت از رشد اقتصادی می‌کنند و کنترل تورم، ولی اونچه که نهادهای آماری که حتی خود وابسته به خود حکومت هستند نشون میده اینکه افزایش قیمت‌ها با شیب تند صعودی در حال حرکت هست و همچنان ادامه داره. چطور میبینید وضعیت اقتصادی ایران رو؟ اگر بخواد یک تصویر کلی از این وضعیت به ما بدید چه خواهید گفت؟ خب اگر متغیرهای اقتصادی رو نه تک تک بلکه سرجم بخوایم نگاه کنیم، چون حاکمیت تلاش میکنه در رسانه‌های خودش معمولا اگر دستاورد داره در خصوص یه متغیر اونو برجسته بکنه و سایر متغیرهای اقتصادی رو به فراموشی بسپره. حال اینکه یک اقتصاددان اونگاه که بررسی میکنه معضلات اقتصادی یک کشور رو، طبیعی است که سعی میکنه یک نگاه کلگرا داشته باشه، یعنی تمامی متغیرها رو کنار هم بگذاره و یک نگاه جامع به اونها بیاندازه و بتونه به یک نتیجه گیری برسه. در مورد آمار، از اون جهت که حاکمیت یا آمار رو تحریف میکنه یا سانسور میکنه یا منتشر نمیکنه، بحث در خصوص آمار بسیار دشواره. منتها اگر همین آماری رو که الان منتشر میشه و در موارد بسیاری متناقض هست، با همدیگه سازگاری نداره، ما بخوایم به هر حال یک نگاهی بهش میاندازیم و در یک مقایسه تاریخی، یعنی خود ایران رو مقایسه کنیم در 10 سال یا 20 سال یا 30 سال گذشته، یا یک مقایسه منطقه، یعنی وضعیت اقتصادی ایران رو مقایسه کنیم با کشورهای منطقه، یا در چارچوب نرمها و میانگین جهانی که معمولا ترکیبی از اینها به کار میره برای اینکه ضریب خطا بیاد پایین، حاکمیت دستاوردی ندارد، نه در چارچوب رشد اقتصادی، نه در چارچوب مهار تورم، نه در چارچوب به اصطلاح شفاف سازی اقتصادی که یکی از مؤلفه های بسیار مهمه برای افزایش بهره وری، و نه در خصوص کاهش فساد که ما میدانیم فساد یکی از معضلات اقتصادی ایرانه. در تازه ترین آماری که منتشر شده، چه از به اصطلاح جانب سازمان جهانی شفافیت یا نهادهای مشابه وابسته به سازمان ملل، ایران در قعر جدول شفافیت و همچنین اقتصاد ایران یکی از بسته ترین و منزوی ترین اقتصاد هاست و طبیعی است که چنین اقتصادی علارغم اینکه
آمار هم بدهند که به اصطلاح نشانه رشد است که چنین نیست، به هر حال نمیتواند رشدی چندان زیادی داشته باشه. مقایسه کنیم ایران رو با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، میبینیم اونها و حتی کشورهای مثل پادشاهی سعودی یا فرضاً امارات، اونها سعی میکنن اقتصادشون رو بازتر بکنن، سعی میکنن از جدولهای مربوط به شفافیت یا فرضاً باز بودن اقتصاد بیان بالا برای اینکه جذب سرمایه بین‌المللی بکنن، حال اینکه حاکمیت موفق نبوده در این باب. منتها در مورد رشد اقتصادی هم تازه ترین آمارها نشان میده که رشد اندکی وجود داشته، اما این رشد اندک در چارچوب صنایعی وابسته به حاکمیت بوده که با تزریق منابع نفتی صورت گرفته، یعنی فرضاً صنعت نفت یا بخش خودرو. و ما میدونیم که این چنین رشدی نه پایدار است، نمیتونه تداوم داشته باشه، کما اینکه آمار تازه ترین آمارها نشان دهنده کاهش تولید خودرو یا حتی آمار مربوط به صادرات یا تولید نفت هم در نوسان بوده بنا به آمارهای منتشر شده از سوی اوپک. از این مسئله که بگذاریم، یک رشدی که بتونه اشتغال ایجاد بکنه، بتونه فقر رو کاهش بده، میبایست فراگیر باشه، به این معنا که کلیه بخش‌های اقتصادی بخصوص صنایع خرد و متوسط رو بپوشونه. چون این رشدی در اقتصاد ایران مشاهده نمیشه. از سوی دیگه اگر بخوایم بپردازیم به مسئله نرخ تورم، نرخ تورم ما میدانیم که آمار مربوط به مرکز آمار ایران و بانک مرکزی با همدیگه سازگاری ندارد و خود این آمار هم علارغم افت و خیزی که وجود داره، حالا چه در مورد کالاهایی مثل کالاهای خوراکی یا فرزند مسکن، سویه و اون روندی که داره نشان دهنده این نیست که ما در سالهای آینده یا در ماهای آینده شاهد بهبودی باشیم. و مهمترین مؤلفه‌ای که تأثیر میگذاره بر ملموس‌ترین متغیر اقتصادی، یعنی این تورم، همانا مسئله به اصطلاح کسر بودجه است. کسر بودجه به عنوان ریشه اصلی تورم در ایران هیچ شاهدی وجود نداره که کاهش پیدا بکنه. از سوی دیگه ساختار بودجه ایران به گونه ای است، بنا به گفته خود مقامات حاکمیتی، که درآمدها کاهنده است، محدود شونده است، اما هزینه های اون بخصوص هزینه های رانتی و هزینه های مربوط به فساد در دستگاه های اداری به شدت بالا میره. و با این مجلسی که الان ترکیب شده، با رأی گیری که به این شکل بوده، به نظر میاد که میزان راند پاشی، میزان فساد گسترده تر بشه و در نتیجه اونچه که ما از الان میبینیم این است که هم تورم انتظاری بالا رفته و هم تورم بنیادی. حالا چرا؟ همونجور که شما اشاره کردید که چراییش رو در بخش بعدی برنامه بهش پاسخ بدین. سپاسگزارم از توضیحاتتون. خانم حاجی زاده، آقای علوی به مؤلفه ها و شاخص های مختلف اقتصادی اشاره کردند که چطور این شاخص ها در همه زمینه ها تقریبا در اقتصاد ایران زمینگیر هست. از شما بشنویم، شما وضعیت اقتصادی حال حاضر ایران رو چطور میبینید؟ وقتی ابراهیم رئیسی دولت رو تحویل گرفت، دلار 25000 تومان بود و در 100 روز اول کاریش ارزش ریال تقریبا 10% افت پیدا کرد و ما میدونیم که از ابتدای سال 1400 دلار نزدیک به 118% جهش قیمت داشته، در حالی که خب به هر حال سفره های افراد مزد بگیر، حقوق بگیر، هیچ جهشی نداشته به لحاظ درآمدی و درآمد اینها دو برابر نشده. شما وضعیت رو چطور میبینید؟ ببینید، اگر بخوایم همین بازه دوره ریاست جمهوری آقای رئیسی رو نگاه کنیم، باید بگیم که در همین چند سال به قدری اقتصاد ایران دچار ویرانی شد که شاید اگر تمام دولت‌های گذشته رو کنار هم می‌گذاشتیم، چنین بلبشویی در اقتصاد نمیتونستن ایجاد بکنن. یعنی اساساً عجیب هست که چطور کشوری با این چنین ثروت رو به این شرایطی رسوندن که در تمام مؤلفه ها ما در وضعیت بحرانی قرار داریم. آقای دکتر علوی به وضعیت رشد
اقتصادی اشاره کردن. یکی از مؤلفه‌های خیلی مهم در شاخص رشد اقتصادی که ما در حدوداً چند فصل گذشته شاهدش هستیم، رشد منفی در حوزه کشاورزی هست. این یک مؤلفه‌ایه که نشون میده ما در آینده باید منتظر بحران‌های بسیار فراگیرتر در حوزه تأمین غذایی باشیم. این شرایط رو در تمام حوزه‌ها می‌بینیم. یعنی حالا همونطور که اشاره شد در همه حوزه‌هایی که اتفاقا آقای رئیسی مدعی بود که اون بحران رو حل می‌کنه، آقای رئیسی ما خاطرمون هست که یک شعاری داشت که البته همون موقع هم خیلی کودکانه به نظر می‌رسید. ایشون اون ابتدای ریاست جمهوریشون گفتن که قرار هست ارتباط سفره و معیشت مردم رو با دلار قطع بکنن و حالا می‌بینیم که همون دلاری که قرار بود معیشتشون ارتباطش حذف بشه، مشخصاً هر روز در سفره مردم اثر گذار هست. هر روز همون دلار یک بخشی از سفره رو حذف میکنه و کوچکتر میکنه. یا حتی بارها اعلام کردن مسئولان مختلف دولت، یعنی از بانک مرکزی و غیره، که نرخ بازار آزاد، دلار بازار آزاد رو به رسمیت نمیشناسن. و خب حالا ما میبینیم امروز دلار 60-61 هزار تومان. وضعیت تورم خب چشمانداز مثبتی هم براش وجود نداره. ما میدونیم که چشمانداز به شدت تورمی هست. در وضعیت تولید ما با رکود تورمی مواجه هستیم. یعنی تمام اولویت ها، تمام فرصت ها و امکان هایی که وجود داشته نه تنها از دست رفته، که الان وضعیت کشور رو به جایی رسوندن که اساسا اگر قرار باشه یک بازسازی اقتصادی صورت بگیره، ما حداقل باید یک دوره بلند مدت رو برای این در نظر بگیریم. ما خاطرمون هست که در سند چشمانداز 1404 قرار بود ایران به قدرت اول اقتصادی منطقه تبدیل بشه. امروز اصلا ما حرفی در برابر کشورهای منطقه نداریم، حتی در نسبت به جایی مثلا عراق و غیره. خانم حاجی زاده، حالا به بحثی که شما کردید برمیگردیم، اما آقای محمدی خوب قدری میخوایم بپردازیم به موضوع این که کاهش قدرت خرید مردم که در پی افزایش قیمت‌ها و اون هم قیمت‌های افسار گسیخته اتفاق میفته، چه اثری بر منزلت و شأن اجتماعی افراد میذاره. ما این روزها شاهد انتشار تصاویر بسیار زیادی در شبکه‌های اجتماعی هستیم که زنان، مردان، کودکان تا کمر در سطل زباله خم میشن و این تحقیر در اماکن عمومی، این حقارت در جامعه، این فقر چه تأثیری بر منزلت افراد میذاره و در دراز مدت چه آثار و پیامدهای اجتماعی داره؟ من ابتدا شروع کنم از داستان انتخابات که شما فرمودید که روز قبل از انتخابات و روزهای بعد از انتخابات چه به سر قیمت ارز و سکه آمد. معمولا در کشورهای دموکراتیک در دوره قبل از انتخابات اندکی بی‌ثباتی در بازار مشاهده میشه، اما پس از انتخابات شما شاهد ثبات در بازارها خواهید بود، چون مردم میدونن که این انتخابات واقعی بوده و دولتی که بر سر کار اومده حالا برای 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال یه وضعیت با ثباتی رو برای کشور رقم میزنه. این که قیمت ارز و سکه شاخصهای بسیار گویایی هست در اقتصاد ایران نشون میده وضعیت ثبات اقتصادی و ثبات سیاسی رو. اینکه بازار در ایران نمیپذیره که انتخابات به درستی انجام شده و دولتی که بر سر کار آمده قرار هست وعده هایی داده باشه یا مجلس که اصولا وعده‌ای در کار نبوده، اینها قرار هست به وعده هاشون عمل کنن، بازار و افکار عمومی اصولا نمیپذیرد که ما یک شرایط با ثبات اقتصادی در 4 سال آینده با این مجلس داشته باشیم. و اما سوال مشخص شما، من برمیگردم به وضعیتی که در ایران مستمری به گیران دارند. بخش قابل توجهی از مردم ایران مستمری به گیر هستند. چیزی حدود 10 میلیون نفر در ایران یا کارمند دولت هستند یا کارمند نهادهای عمومی مثل شهرداری ها هستند یا بازنشسته هستند. اگر شما با بعد خانوار حدود 3.3
این مجموعه رو در نظر بگیرید حدود 33 میلیون نفر مستمری بگیر هستند که هر سال دارند فقیرتر و فقیرتر میشن با نرخ‌های تورمی 50%، 60%، 70% و افزایش حقوق 10-20%. در سمت کمیته امداد و بهزیستی اگر نگاه بکنید در ایران حدود 2.35 میلیون نفر گفته میشه که مستمری بگیر کمیته امداد و بهزیستی هستن. اینها با همون نرخ 3.5 بود خانوار چیزی حدود 7.5 میلیون نفر میشن. شما حدود جمعیتی حدود 40 میلیون نفر که حدود نیمی از جمعیت کشور هستن، اینها مستمری بگیر هستن. اینها با حقوق بسیار اندک، با مستمری بسیار اندک زندگی میکنن. میزانی که کمیته امداد به افراد خانوار میده برای یک خانواده 3 نفری حدود 2 میلیون تومان بوده در سال 1402. طبیعی است که با این رقم افراد نمیتوانند حداقل نیازهای روزمرهشون رو تأمین کنند. این رقم فقط برای تهیه نان و احتمالاً تخم مرغ و برخی حبوبات ممکنه که کفایت بکنه. از همین جهت وضعیت تغذیه مردم ایران مرتباً رو به افول هست. بهداشت جسمانی، یه آماری من اخیراً دیدم در مورد وضعیت دندان‌های مردم، در سن حدود 40-50 سالگی بخش قابل توجهی از مردم، چیزی حدود نیمی از جمعیت دندان‌هاشون رو از دست میدن. ببینید اینا آمارهای وحشتناک هست. در هیچ جامعه‌ای چنین اتفاق با این سرعت چنین اتفاقاتی در حال افتادن نیست. در اون سوی داستان فقر وضعیت بهداشت روانی مردم، سلامت روانی مردم رو مورد مخاطره قرار میده. امروز بنا به آمارهای دولتی چیزی با حدود 1/4 جمعیت ایران از داشتن سلامت روان برخوردار نیستند. آمار خودکشی ها به شدت در حال افزایش بوده، حتی در میان قشری که شما انتظار میدید که در وضعیت بسیار خوبی باشند، مثل رزیدنت های پزشکی. در حیطه بزهکاری هم ما شاهد افزایش بزهکاری ها هستیم. شما فقط کافیست به آمار سرقت، آمار دزدی در سراسر کشور نگاه کنید، رقم هاش اصولا غیر قابل باور هست. منتها حکومت روشی رو در پیش گرفته که با سیاست زندانزدایی بسیاری از اینها رو دوباره به متن جامعه برمیگردونه و اینها همچنان این فعالیت‌ها رو ادامه میدن. وضعیت اجتماعی به نظر من در ایران در شرایط بسیار دشواری است برای قاطبه مردم. برای حدود 85-90% مردم یک قشر بسیار کوچیکی در جامعه ایران امروز برخوردار هست. بله آقای علوی، آقای محمدی اشاره کردند حالا به طیف وسیعی از مشکلاتی که بر اثر فقر و گرانی افسار گسیخته بر جامعه تحمیل میشه، اما من اگر که برگردم به همون نقطه کانونی بحثمون یعنی اقتصاد کشور، ما میدونیم که با گرانتر شدن دلار یا بهتر بگیم کاهش ارزش ریال، بحثی در میان اقتصاددانان داخل کشور و حالا دولت مردان در گرفت به عنوان دلار زدایی از اقتصاد، این که بیان یوان چین یا روبل روسیه رو جایگزین دلار کنن. ما میدونیم که دلار به هر حال ارز مرجع هست برای تمامی اقتصادهای دنیا. چقدر اساساً این دلار زدایی که با هدف کاهش تأثیرات منفی تحریم ها انجام میشه چقدر مؤثر هست در اقتصاد ایران و اثراتش یا معایب و محاسنش برای اقتصاد ایران چه خواهد بود؟ بارها پیش از این من خدمت شما گفتم که دلار زدایی نه ممکن است و نه مفید. حتی در شرایط اقتصادهای متعارف، فرض بکنیم اگر اقتصاد امارات متحده عربی یا فرض بکنیم پادشاهی سعودی رو ما به عنوان اقتصاد متعارف تلقی بکنیم، نه، حتی کشورهایی مثل پیشرفته‌ای مثل سوئد، اینها هر کدومشون دارای یک سبدی از همه ارزهای بین‌المللی دارن و سعی میکنن این سبد ارزی رو دائما آپ تو دیت یا به روز بکنن و بخش عمده ای از این سبد از دلار تشکیل شده. چرا؟ برای اینکه دلار یکی از پولهای هست در جهان که بیشترین تراکنش های مالی، اعتباری و بازرگانی بین المللی با اون صورت میگیره. یعنی اگر فرض بکنیم حتی بشود به گونه ای
رابطه ریال با دلار رو قطع کرد، این به حال کشور حتی مفید نیست. بنابراین اون یک در واقع شعارهای فرقه‌ای است. من تاکید میکنم از کلمه ایدئولوژی به کار نمیبرم، استفاده نمیکنم. این یک بر اساس انگاره‌های به اصطلاح فرقه‌ای درست شده که مبتنی است بر همون دو قطبی سازی جهان خیر و شر، یا فرضاً مسائلی از این قبیل که متعلق است به دوره‌های پیش از مدرن. و در جهان اقتصاد که مبتنی است بر پراگماتیسم، مبتنی است بر حد اکثر سود برای حد اکثر شهروندان، حد اکثر رفاه برای حد اکثر شهروندان نمی‌سازد. و البته باید اینجا به تناقضات درونی اون چیزی که در بطن حاکمیت می‌گذرد اشاره بکنم، و اون هم این است که حاکمیت علارغم اینکه بر اساس اون انگاره‌های فرقه‌ای خودش شعار دلار زدایی می‌دهد، مقامات اون از قضا طالب بیشترین دلار هستند که اون دلار رو کسب بکنن و به اصطلاح اون حفظ بکنن. و این رو میشه در این فساد گسترده‌ای دید، یا فرضاً با اینکه فرزندانشون رو به خارج میفرستن یا خانواده‌هاشون. بنابراین این یک تناقضی است در درون حاکمیت که اون شعارها رو میدهد، اما از این سو بیشترین تلاش رو برای جذب دلار، یورو یا پول‌های معتبر بین‌المللی میکنه. و همون جوری که خدمتتون گفتم، حتی کشورهای پیشرفته‌ای مثل سوئد یا آلمان، یا حتی اگه بخوایم خیلی یک کمی فنی‌تر صحبت بکنیم، هیچ بانک مرکزی اساساً تمام تخم‌مرغ‌هاش رو در سبد یک پول ملی نمی‌ریزد. بنابراین این غیر ممکن است ابتداءً، و من میتونم به شکل عکس استدلال بکنم. اگر قرار است گشایشی در اقتصاد ایران بشود، اگر قرار است که به هر حال معضلات بسیار پیچیده و البته عمیق اقتصاد ایران حل بشود، ابتداءً میبایست به جز شرط‌های دیگه مثل کاهش فساد، مثل با افزایش بهره‌وری، مثل اینکه فرضاً سیاست یا فرق زدایی از اقتصاد یا امور دیگه‌ای که الان معضلات حاکمیته، چون به هر حال این معضلات یگانه‌ای هم می‌کنیم که آقای علوی به راه حل‌ها هم بپردازیم. اجازه بدید که نظر خانم حاجی‌زاده رام در همین ارتباط داشته باشیم. شما در زمینه دلار زدایی از اقتصاد کشور چه فکر می‌کنید؟ ما می‌بینیم که قیمت دستوری دلار در سطح عمومی جامعه هم باعث فساد شده. خبرگزاری ها امروز تصاویری منتشر کرده بودند از صف دلار برای افرادی که حالا به هر حال به شکل مسافران سوری میان بلیطی تهیه میکنن برای که از ارز مسافرتی استفاده کنن. $1,000 ارز مسافرتی به قیمت 42,000 تومان میگیرن و بعد به فرودگاه میرن و بعد از عبور از بخش ترانزیت برمیگردند و اون پرواز رو انجام نمیدن و این دلار رو میان در بازار آزاد 60,000 تومان میفروشن. وقتی فساد در سطح عمومی به این شکل هست، فساد در گستره کلان به چه صورت هست؟ خب افتخار خیلی کوتاه در مورد این مقوله دلار زدایی که خب ببینید این از دوره‌ای که آقای احمدی نژاد ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی رو داشت، این خیلی این وارد گفتمان رسمی حکومت شد. اما خب در همون موقعی که درآمدهای دلاری بسیار بالایی به واسطه حالا در یک برهه‌ای به واسطه قیمت جهانی نفت داشتیم، اساسا امکان پذیر نبود حالا در حال حاضر که خب خیلی اصلا ناممکن هست، اصلا توانمندی این رو نداره جمهوری اسلامی. اما در مورد این مقوله‌ای که شما اشاره کردید، اجازه بدید من از واژه فساد عمومی براش استفاده نکنیم. اون چیزی که حالا شما هم اشاره کردید، صف‌های طول و دور و درازی که در فرودگاه‌ها ایجاد شده، مردم که حالا به هر نحوی تلاش میکنن روش‌های نامتعارف دلاری کسب بکنن و حالا اون رو در بازار آزاد بفروشن، من این رو نوعی تلاش برای بقا میدونم، نوعی تلاش برای حفظ ارزش قدرت ریالشون. ببینید در یک جامعه ای که خب ما مثل جامعه ایران الان سالهاست که دولت یک در واقع حکومت یک سازوکار ایجاد کرده که اصلا فساد رو به نوعی عادی سازی کرده. یعنی یک دوره ای بود در کشور وقتی فسادهای مالی بزرگی مثل مهافرید خسروی و اینها مطرح می شد، جامعه دچار شوک می شد. اما از یک جایی به بعد به کرراز و تکرار مکرر
مکرر این فسادها از طرف دستگاه حکومت و دایره نزدیک به قدرت با تکرار اینها تبدیل به یک امر معمول شده، یعنی نه معمول به معنای عرف ولی معمول به معنای این که اصلا جامعه دیگه دچار در واقع شوک نمیشه. این رو جامعه حکومت به مردم تحمیل کرده. اما در مورد همین بخش که خدمتتون عرض کردم که شاید بهتر باشه از واژه فساد برای اون استفاده نکنیم، ببینید اون گروهی که داره تلاش میکنه این ارز این در واقع این دلار رو بگیره در بازار آزاد بفروشه، طبقه اون مثلا یک دهک بالای درآمدی نیست، اون دو دهک پایین درآمدی هم نیست، قاعدتا این طبقه متوسط و این دهک میانی هست که برای ترس و نگرانی از فقر بیشتر، از سقوط بیشتر به زیر خط فقر هست که به روش‌های نامتعارفی متوسط میشه. و خب قاعدتا ما در مورد یک خیلی کوتاه بگم در مورد اینکه اشاره کردید چه تصویری از بالا میده، اساسا ما تصویر بالا رو خب داریم میبینیم، دایره حکومت ما با یک اعداد و ارقامی که اصلا شمردن صفرهاش هم برای ما مردم دیگه خیلی سخت شده و به کرات تکرار میشه. خب ما میدونیم در دایره اطرافیان بین اطرافیان قدرت خب چه اتفاقی رخ میده، منابع در کجا خرج میشه. آقای محمدی، خانم حاجی‌زاده واژه کلیدی استفاده کردن، اینکه حکومت تلاش میکنه فساد رو عادی سازی کنه، اگر ملاحظه‌ای در این زمینه دارید بفرمایید. و ضمن اینکه ما با علاوه بر فساد گسترده، با فشارهای معیشتی، با نابرابری‌های اجتماعی بسیار گسترده‌ای مواجه هستیم، که من میخوام ازتون بپرسم این چه تأثیری بر جنبش‌های اعتراضی مردم خواهد گذاشت؟ و میدونیم که در طول سالهای گذشته 4 دهه عمر جمهوری اسلامی همواره اعتراضهای سیاسی به اعتراضات معیشتی گره خورده بود. ابتدا 2 نکته در مورد فساد و یه موضوعی که من جا انداختم دور قبل، بعد میرم سراغ بحث جنبش ها. در باب فساد، سالهاست فساد در ایران عادی سازی شده، چون فساد در ایران نهادینه و ساختاری هست. در عرف عمومی هم کاملا اینجا افتاده و در عرف عمومی به این افرادی که قابلیت فسادهای نجومی رو دارن به اینها میگن زرنگ. مردم بسیاریشون اینها رو زرنگ میدونن، نه دزد و فاسد. و متاسفانه در فرهنگ عمومی این افراد رو دارای قابلیت‌های ویژه‌ای میشمرند. ظرفیت اینو دارن که از پله‌های قدرت بالا برن، ظرفیت اینو دارن که تقرب پیدا کنن به دستگاه‌های حکومتی، سپاه، بیت رهبری، و خب از اون امکانات معمولا استفاده میکنن. من مسئله فساد رو آنچنان آمیخته با حکومت مافیایی امروز در ایران میدونم که اصولا معتقدم در جمهوری اسلامی مبارزه با فساد شوخی هست. یادم هست که آقای خامنه‌ای حدود سال فکر کنم 95 بود به یک کنفرانسی، یک گرد همایی در مورد فساد پیامی داده بود. در پیامش روشن بود کاملا که ایشون هم ناامید هست از اینکه اتفاقی در حیطه فساد، در همون حدی که اونا فساد میدونن، اتفاقی در حیطه فساد بیفته. نکته دوم که من دور قبل جا انداختم بحث نهادها بود. در نتیجه وضعیت اقتصادی که امروز در ایران هست، نهاد خانواده در حال فروپاشیه. جمهوری اسلامی از ابتدا نهاد دولت ملت رو، دولت مدرن رو، این رو واگشایی کرده، این رو کاملا از میان برده و تبدیلش کرده به یک مافیا. در هرم نهادهای اجتماعی، نهادهای مدنی هم در طی 4 دهه گذشته مرتبا تحت فشار بودن. دیگه امروز حتی نهادهای خیریه رو نمیگذارن مستقلا فعالیت کنن و به بلایای طبیعی مثل سیل در سیستان و بلوچستان برسن. در حیطه خانواده هم ما داریم عوارضش رو میبینیم. شما وقتی که میلیونها ایرانی رو در مسیر خروج از کشور میبینید، اینها ضایعات بلند مدت داره برای کشور. اینها خانواده هاست که از هم پاشیده میشه. خانواده مهمترین نهاد اجتماعی در هر جامعه هست. وقتی خانواده مورد تهدید قرار میگیره، بنیانهای خانواده تضعیف میشه، روابط پیوندهای خانوادگی سست میشه، اینها جبران ناپذیر هست. و اما بحث جنبش های اجتماعی در ایران، یک جنبش فعال زیرپوستی در ایران در جریان هست. منتها این جنبش یک تحت تأثیر عوامل ترس و ارعاب، چون حکومت بسیار قساوتمند هست و
مردم رفتار حکومت رو با معترضین خیابانی در سال گذشته دیدن. خب این یه عامل کاملا بازدارنده هست از اینکه افراد به عرصه خیابان بیان. بدیل روشنی نیست. مخالفان در خارج کشور دارن مرتبا بر سر هم میزنن به جای اینکه به مسائل داخل کشور توجه داشته باشن. عمدتا بر سر قدرت آینده دارن با هم به نظر من دعوا میکنن. یک نوع عدم اطمینان و یأس هم از حکومت و هم از اپوزیسیون، هم از مخالفان در میان مردم به چشم میخوره. و مشکل اساسی هم که امروز وجود داره، مردم به دنبال خلاص شدن از جمهوری اسلامی هستند، اما با هزینه های پایین. حکومت جمهوری اسلامی این هزینه ها رو به شدت افزایش داده. ما به یک جنبشی احتیاج داریم، به یک نوع رهبری یا سازماندهی برای جنبشی احتیاج داریم که با هزینه های پایین بتواند مردم رو از شر این هیولایی که فعلا بر کشور حاکم هست رهایی بده. آقای علوی، آقای محمدی اشاره کردند بر تاثیر وضعیت فعلی بر جنبش‌های اجتماعی. شما در صحبت‌های پیشینتون اشاره کردید به وضعیت اقتصادی و راه حل‌هایی که می‌تونه وجود داشته باشه و یا اینکه بن‌بست‌هایی که می‌تونه وجود داشته باشه. نتایج یک کار پژوهشی در یکی از نهادهای دولتی به تازگی منتشر شده و نشون میده که در سالی که علی خامنه‌ای اون رو سال رشد تولید و مهار تورم خونده بود، تقریبا رشد مواد غذایی و تورم در قیمت مواد غذایی در جهان، ایران در رتبه چهارم قرار گرفت، اگر اشتباه نکنم. بله، رتبه چهارم قرار گرفت و این نشون میده که خب به هر حال آمار تورم در ایران بسیار بسیار بالاست. جمهوری اسلامی انواع و اقسام اقتصادها رو تجربه کرده و مدل ها رو که به هر حال هیچ شباهتی هم به مدل های رایج دنیا هست نیست، مثل مثلا اقتصاد مقاومتی، اقتصاد جهادی یا به هر حال اقتصاد دستوری، که هیچ کدوم از اینها در دنیا متداول و رایج نیستش. شما در این زمینه چه فکر میکنید؟ بعد از چهار دهه آیا اصولا راه حلی برای بن‌بست های اقتصاد فعلی در ایران وجود داره؟ یک فایلی از محمد مخبر معاون رئیسی منتشر شده بود که گفته بود ما هیچ برنامه‌ای برای هدایت نرخ ارز نداریم و همین هست که هست. یا برنامه‌ای در صدا و سیما که مسئول تمامی این ناکارآمدی‌های اقتصادی و این بن‌بست اقتصادی رو رسانه‌های خارج از کشور و اپوزیسیون خارج از کشور دونسته. تحلیلتون رو در این زمینه می‌شنویم. در چارچوب حاکمیت فعلی با تمام اون تحلیل هایی که میشه کرد و کنار هم گذاشت، راهی برای بهبود اقتصادی و افزایش رفاه وجود نداره. حالا دلایلش رو خدمتتون عرض میکنم. مهمترین دلیلش اینه که شرط اصلی و ضروری برای اینکه اقتصاد ایران خارج بشه از این رکود تورمی و از این فساد گسترده این است که این اقتصاد گشوده بشود در جهان. یعنی اینکه این بیگانه ستیزی یا تجدد ستیزی رو بذاره کنار، از دستاوردهای جهان مدرن، از تجربه بشری چه در عرصه تکنولوژی فناوری یا عرصه علوم انسانی و اجتماعی و در اینجا اقتصاد استفاده بکنه. با تجربیاتی که فرضاً ما داریم در همین سوئد، مؤسسات تحقیقاتی که من در ارتباط با اونا کار میکنم، بانک مرکزی سوئد به مثابه یکی از پیشرفته ترین بانک ها خودش رو بی نیاز نمیبینه از اینکه با بانک جهانی یا با سایر کشورها به نوعی در تعامل اطلاعات دانش باشه و در چارچوب برنامه ریزی راهبردی به اونها کمک بکنه و کمک بگیرد. چرا؟ با اینکه این اقتصاد مشکلات چندانی ندارد، این باز شدن به جهان یکی از شرطهای پیشرفت بیشتر اونه. از این قضیه که بگذریم، ما میدونیم یکی از دلایل ناترازی اقتصاد ایران که بازتاب میکنه در بودجه مسئله فساد گسترده است، یا بهتره ما بگیم چپاول. چپاولی است که از سوی اقشاری مثل فرضاً حوزویان وابسته، سرداران سپاه و امنیتی های وابسته به حاکمیت، دیوان سالاران حاکمیت
و همچنین بخش خصوصی وابسته که اونها هم در واقع همون سپاهیان یا امنیتی ها یا دیوان سالاران هستن که با چپاول توانستن که بخش خصوصی سرمایه گذاری بکنن و شرکت هایی رو بخرن. این مجموعه اساسا نشون داده در طی این 40 ساله که جز به سود آنی فکر نمی کنه و از اونجایی که خود حاکمیت هم باور نداره که ثبات داره، اینها در فکر اینن که بیشترین میزان پول رو جمع بکنن بفرستن خارج، کما اینکه ما نشانه هاش رو می بینیم و در اونجا تدارک ببینن آینده خودشون رو. با این ریزش شدید منابعی که وجود داره و با این ناترازی طبیعی است که تورم فراورده اون خواهد بود و این منابع به شکل کارآمد استفاده نمیشه، کما اینکه برخلاف شعارهایی که علی خامنه ای داده اصف میدهد، هر سال بهره‌وری کاهش پیدا کرده و این کاهش بهره‌وری البته مربوط است به ناکارآمدی مدیریتی، مدیران بالایی، میانی و البته ناکارآمدی نیروی کار که اون هم باز مربوط است به اینکه این مدیریت کارآمدی نداره. بنابراین اگر به این چند شرط فقط اکتفا بکنیم، هیچ راه حلی در چارچوب این حاکمیت وجود نداره. ببینید اینکه بیاد بیاریم که اساساً اگر قرار است که ما رشد پایدار، من نمیگویم توسعه پایدار، رشد پایداری در ایران تحقق پیدا کنه، این نیازمند سرمایه اجتماعیه. یعنی چی؟ یعنی باید اعتماد ملت به ملت و ملت به حاکمیت. این حاکمیت که با ابزار سرکوب، خدعه و تزویر بر سر کار بوده که نشانه‌هاش رو ما میبینیم در همین به اصطلاح مناسک رأی‌گیری اخیر، نمیتونه سرمایه اجتماعی ایجاد بکنه. در نتیجه سرمایه از ایران فرار میکنه، کما اینکه شواهدش رو ما میبینیم در فرزن خرید خانه در کشورهای همسایه ایران یا فرار سرمایه به شیوه های دیگه. بنابراین منابع هم از منابع مالی و اقتصادی، انسانی و البته دانش از ایران فرار میکنه. با چنین فراری از این منابع اقتصادی نمیشه انتظار داشت که اقتصاد ایران در چارچوب این حاکمیت رو به بهبود بره. خانم حاجی‌زاده، شما چه فکر میکنید؟ آیا اقتصاد ایران در شرایط حاضر راه حلی داره؟ آقای علوی اشاره کردند به مسئله تغییر در رویکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی که به هر حال تجربه 4 دهه نشون داده که دیپلماسی میدان برای جمهوری اسلامی اهمیتش مهم بیشتر هست تا دیپلماسی عمومی. شما فکر میکنید آیا واقعا اقتصاد ایران در نقطه‌ای قرار داره که یک آینده یا یک گشایشی ولو بسیار محدود رو بتونه در کوتاه زمان ببینه، ضمن اینکه خبرها از ایران حاکی از انتشار حالا نشر اسکناس هست؟ آیا ما باید منتظر موج جدید سونامی تورمی در ایران باشیم؟ مرحله اول این هست که اصلا دیدگاه و انگیزه از طرف حاکمیت نسبت به تغییر وجود داشته باشه یا نه. این رو ما در عملا در هیچ کدوم از برنامه ها و مشخصا در برنامه های کوتاه مدتی مثل لوایح بودجه سالانه یا میان برنامه های میان مدتی بین مثل برنامه های توسعه اقتصادی نمیبینیم. قاعدتا اگر اولویت بر مثلا کنترل تورم باشه یا مثلا بهبود وضعیت معیشت و وضعیت اقتصاد، ما باید انعکاسی از اون رو در ساختار بودجه ریزی کشور ببینیم. ما میبینیم که منابع بودجه و منابع درآمدی کشور به چه صورت توزیع میشه، بین کدوم نهادها، بین نهادهای نظامی و دفاعی و نهادهای ایدئولوژیک. قاعدتا اگر اولویت کشور باشه، باید خب در حوزه های مشخص، در بخش آموزش، بهداشت و اینها توضیح بشه، یا در برنامه‌های میان مدت. ببینید کشوری که آقای دکتر علوی نکته مهمی اشاره کردن از این بابت که اصلا برنامه‌ای برای آینده ندارن، ما این رو میتونیم در برنامه‌های میان مدت توسعه اقتصادی ببینیم. سال گذشته بود اگر اشتباه نکنم، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی داد مبنی بر اینکه از کل برنامه‌های توسعه‌های 5 ساله به طور متوسط شاید 25% محقق میشه. این یعنی اینکه اصلا هیچ چارچوبی برای پیشبرد برنامه ها وجود نداره. این آقایون یک روز میخوابن، فرداش بیدار میشن، تصمیم میگیرن نرخ مثلا سود بانکی رو تغییر بدن. قاعدتا در این چارچوب ما نمیتونیم بهبودی ببینیم. و خب حالا فارغ از این بحث مدیریت و اینکه نگاهی وجود داره، یک موضوع مهم همین بحث روابط دیپلماتیک هست. ما نه تنها بهبودی که نمیبینیم،
رویکردهای خصمانه جمهوری اسلامی در منطقه تماما تبعاتش بر حوزه اقتصاد عیان هست. این رو هر روز در حالا یه بعدش میشه نرخ ارز در تمام ابعاد اقتصادی کشور میبینیم. مهم این هست که کشور بتونه جذب سرمایه گذاری خارجی بکنه. ما در وضعیتی هستیم که در حوزه های اساسی و مهمی مثل بخش نفت و گاز اگر سرمایه گذاری نشه، سرمایه گذاری که خب قاعدتا از داخل نمیشه، ما این منابع صرف چیزهای دیگه میشه، اگر نشه ما منابع ظرفیت های تولید و صادرات نفت و گازمون هم سال به سال کمتر میشه. قاعدتا با این قرار نیست اتفاقی برای اقتصاد کشور و مشخصا مردم ایران بیفته در حوزه اقتصادی. آقای محمدی، آقای علوی یک اشاره به جایی کردند در ارتباط با گسستی که میان مردم و حاکمیت وجود داره و در واقع سرمایه اجتماعی هستش که از بین رفته و این خودش یکی از پایه‌های اصلی حالا ناکارآمدی اقتصادی در کشور به شمار میاد. بعد از سرکوب خیزش زن زندگی آزادی و فشارهای اقتصادی بیشتر به مردم، این همین گسست سرمایه اجتماعی، فشارهای اقتصادی و چه تأثیری میتونه داشته باشه بر رفتار اجتماعی مردم، بر اکت اجتماعی مردم و بر اینکه کنش جمعی مردم در این زیر این فشارها در آینده چه باشه؟ ببینید، حکومت برای رفع تهدیدهایی هم که حکومت احساس میکنه زندگی جاری مردمه. زندگی معمولی برای حکومت جمهوری اسلامی تهدید به حساب میاد. مورد خیلی جالبش در همین هفته گذشته یک فستیوال موسیقی در بوشهر، این برای حکومت تهدیده و اینها رو تعطیل میکنه. سرمایه اجتماعی وقتی شکل میگیره که مردم بتوانند در فعالیت‌های جمعی شرکت کنند، مشارکت کنند، این فعالیت‌های جمعی رو اداره کنند، تجربه کسب کنند از این فعالیت‌های جمعی، در جشنواره‌ها، در جلسات، در گردهمایی‌ها، در برنامه‌هایی که صنوف مختلف دارند، نهادهای اجتماعی دارند، در سطح مدارس، در سطح دانشگاه‌ها، حکومت همه اینها رو تهدید برای خودش به حساب میاره. از همین جهت هم هست که مردم ایران به یک وضعیت، یعنی در چارچوب‌های اجتماعی مدام باید خودشون رو بپان که مگر اینکه این دم بسیار بلند و همه جانبه حکومت اونها رو در بر بگیره و دچار مشکل بشن. در همین ماجرای قم، وقتی که این مادر محترم سر و صداش بالا میره، عمده نگرانیش این هست که بعد از اینکه این عکس رو اون آخوند ازش میگیره چه توابعی برای او داره. مدام شما شبانه روز باید بپایید خودتون رو که از پیامدهای رفتارهای عادیتون در زندگی، از این پیامدها پرهیز کنید. در چنین شرایطی سرمایه شکل نمیگیره، در چنین شرایطی روابط اجتماعی در مسیرهای جاری و عرفی خودش قرار نمیگیره. از همین جهت هم هست که اقتصاد ایران، حالا من بیشتر به اون وجه اجتماعیش نگاه میکنم، اقتصاد ایران نمیتونه از زمین بلند بشه. در ایران حدود در دهه های آمارهای اخیراً که آمارهاش عرضه نشده، اما در دهه های 60 و 70 گفته میشد که حدود 90% از کارگاه های تولیدی در ایران کارگاه های زیر 10 نفر هستند. خب این 10 نفر چگونه باید در کنار هم قرار بگیرن، یک کارگاه کوچیک داشته باشن تا بتونن به و کلیت اقتصاد کمک بکنن، تولید رو بالا ببرن. حکومت مسیرها رو بسته، نمیگذاره مردم در کنار هم قرار بگیرن، فعالیت داشته باشن، با هم آشنا بشن، روابط اجتماعی برقرار کنن. اینهاست به نظر من. از همین جهت هم هست که به نظر من حکومت جمهوری اسلامی مانع اصلی هر گونه رفاه، هر گونه توسعه و هر گونه رشد در جامعه ایران هست. اینکه حکومت چنین شرایطی رو ایجاد کرده به نظر من برمیگرده به اون حکومت توهمی که اینا در ذهنشون هست. حکومت امام زمان اخیراً دیدم که میخوان برای امام زمان هم بودجه تصویب کنن و در مقابلش به دنبال این هستن که یک امپراتوری در برابر تمدن غربی امروز بنا کنن. دلار زدایی که دوستان اشاره کردن، هدف اصلیش این هست که ریال رو به ارز جهانی تبدیل کنه. دو سه روز پیش می‌دیدم یک فرد بسیجی که خودش به عنوان اقتصاد استاد اقتصاد در دانشگاه فرصتمون خیلی محدوده معرفی میکرد، میگفت که ما ریال امروز قدرتمندترین ارز دنیاست.
سپاسگزارم. متاسفانه فرصت بیشتری نداریم. عذرخواهی میکنم از هر سه مهمان گرامی، احمد علوی، مولود حاجی‌زاده و مجید محمدی، و ممنون از شما که تا پایان برنامه همراه ما بودید. شب و روزتون خوش.